بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم اخرجني من ظلمات و واكرمني بنور الفه اللهم افتح لينا و انشر علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين خب من مجددا ميلاد با سعادت پیامبر اکرم امام صادق رو خدمت خواهران تبریک از و امیدوارم ان شاء الله در تقديرات الهي بهترین تقدیرات برای شما انشالله رقم خورده باشه بحثمون درباره رحمت در قرآن کریم به مقوله نبوت رسید ارز کردیم که رحمت به عنوان صفتی از صفات خداوند چقدر روش تکیه شده در قرآن و حالا در بحث های مفصل تر اونجا ما تمام این صفات خداوند رو سعی کردیم که یک بررسی بکنیم و مقایسه بکنیم و تعداد که گرفتیم دیدیم که نزدیک به 600 مورد 590 خورده مورد صفاتی هست که مستقیما به رحمت خدا ارتباط داره غیر از حالا افعال و جملات اسمیه همین رحمان و رحیم و زر رحمه و زر رحمت واسحه و ارحم الراحمین و خیر الراحمین اینا همینا حدود 600 مورد میشه که وقتی ما این را با صفات دیگه مقایسه کنیم بسیار بسیار بیشتره بعدش صفت صفت های دیگه خدا میاد صفت علم و امثال زالک بعد راجع به رحمت در خلقت و آفرینش و و ویژگی های رحمت الهی مثل ضروری بودنش مثل وسعت بودنش همراه با علم بودنش همراه با قدرت بودنش و امثال اینها صحبت کردیم حالا بریم سراغ ادامه بحث درباره هدایت و نبوت خداوند متعال از روی رحمتش برای ما علاوه بر اصل وجود و امکاناتی که برای بقا یا برای راحتی ما لازم هست فراهم کرده هدایت رو هم فراهم کرده همونطور که در عقایدم خوندید ما معتقد هستیم که هر موجودی که آفریده شده یک مرتبه از هدایت رو برخورداره وقتی که فرعون از حضرت موسی و هارون پرسید که و من ربکما یا موسا ای موسا پروردگار شما دو نفر کیه خطابش به حضرت موسی بود ولی منظورش حضرت موسا و هارون هر دو بود من ربکما کما یا موسا حضرت موسا فرمود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم حدا پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلقتش را داده و بعد هدایت کرده پس هر مخلوقی هدایت هم شده در سوره اعلا هم داریم که الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا تمام ذرات عالم تمام موجودات زنده کوچیک و بزرگ همه از هدایت عامه الهی برخوردارند اما انسان ها از هدایت خاصه هم برخوردار هستند حالا یه شاخش نبوت درباره نبوت ما در دو قسمت بحث میکنیم یکی نبوت به شکل عام که از رحمت خداوند هست و بعد میام به طور خاص روی نبوت خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم بحث میکنیم این که هدایت از رحمت الهی است خیلی روشنه نبوت از رحمت الهی است خیلی روشنه اما اگه بخوایم آیه ای را بگیم که مستقیما کلمه رحمت هم توش به کار رفته باشه این آیه رو میتونیم بنابر تفسیری که بعضی از مفسران کردن مربوط به نبوت بدونیم دا سورة زخرف يدو آية أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع. آیا اونها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند که بعد بگن که مثلا فلان اشخاص نمی باس این را دریافت می کردن اونای دیگه می باس دریافت می کردن. ما خودمون تقسیم می کنیم هم معیشتشون را در حیات دنیا ما تقسیم می کنیم هم درجات رو تنظیم می کنیم که کی در چه درجه ای باشه در چه رتبه ای باشه و یک قسمت از فائده این اختلاف درجات این است که اون وقت بعضی میتوانند بعضی دیگر را تدبیر و سیاست بکنند و در تسخیر تدبیر خودشون داشته باشند و رحمت و ربک خیر من ما یجمعون رحمت پروردگار تو بهتر از آن چیزی که اونها جمع میکنن اینجا در تفسیر نمونه اگر شما مراجعه بفرمایید اونجا در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 50 داره که این آیه رو مربوط به بحث نبوت دونسته که خداوند به هر کس بخواهد نبوت بخشد و کتاب آسمانی بر او نازل میکنه هر کس هم که نخواد نمیده بهشون اینکه کیو خداوند پیغمبر انتخاب بکنه و در میان حالا پیغمبران به کدوم یکی کتاب بده چون به همه انبیا که کتاب داده نشده خلاصه دست خود خداونده تقسیمش یعنی شبیه همون آیه 124 سوره انعام الله اعلم حیث و یجعل رسالته اینکه خداوند میداند که رسالتش رو کجا قرار بده این آیم در واقع به اونجا مربوط میشه پس نبوت را به عنوان رحمت پروردگار اینجا ذکر کرده حالا رحمت پروردگار برای اون شخصی که نبی میشه و رحمت پروردگار برای انسانهایی که میخوان از این طریق استفاده بکنن اون هم در واقع هست که ارز کردم اصل بحثش روشنه ولی حالا اگه بخواید آیه ای را براش ذکر بکنید این آیه میتونه ذکر بشه اما روی نبوت خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم تاکید خب خیلی بیشتر هست در رابطه با ماهیت رحیمانه او و ماهیت رحمانیه او هر دوش در سوره انبیا آیه 107 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما تو را نفرستاده مگر به عنوان رحمت برای عالمین اولا عالمین خواهرها در بحث شاید نحوی و اینا خونده باشن قدیمات تو کتاب سیوتی بود اینا اون کسانی که سیوتی میخوندن که وقتی به جمع مذکر سالم رسیدند بعد میگفتن که عالمین استثناء جز اون جمع های مذکر طبیعی نیست چون عالمین جمع عالم نیست اولو و عالمونه و الیونا اردون شزه و سنونه اولو واو داره اما جمع زو هست عالمون واو و نون داره ولی جمع عالم نیست ارزون هم جمع ارز هست ولی عرض نباید با واو و نون جمع بسته بشه چون واو و نون مارا مذکر عاقله هر چیزی که مذکر عاقل باشه باید با واو و نون سنون و سنین هم همینطور سنه یعنی سال نباید جمع واو اینا غیر قاعده است به هر تقدیر عالمون جمع عالم نیست که کسی بگه یعنی جهان ها یا انسان ها عالم جمعش میشه عوالم عالمون یعنی اولو عقل من اهل العالم به موجودات عاقل حالا انسان جن مثلا حالا فرشته ها مثلا اینهایی که عاقل هستن اینا میشه عالمین لذا مثلا تو فارسی بعضی مثلا جهانیان نه جهان ها جهانیان یعنی اهل آق... مثلا عقلدار جهان خب خداوند متعال میفرماید که ما تو را دادیم مگر از باب رحمت برای عالمی خواهران میدونن که نفی با الا حس حصر میکنه یعنی تنها اینه البته حصر ممکنه حصر حقیقی باشه و حصر اضافی یعنی حالا نمیخوایم این فقط رحمت یعنی هیچی دیگری نیست ولی خلاصه چیزی که با رحمت تعارض داشته باشه نیست قطعا این آیه هم بسیار مهمه به خاطر اینکه به رسالت پیامبر مربوط میشه و یه بحثی رو به اصطلاح باید حالا یه موقعی بعدا مطرح بکنیم راجع به رسالت آیاتی که خداوند متعال در اون آیات راجع به معموریت پیامبر صحبت میکنه به انگلیسی گفته میشه میشن استیتمنت یعنی اون بیانیه ماموریت برای چی پیغمبر را فرستاده این آیات فوق العاده مهمه یعنی اگر قرآن 6000 خوردهی آیه داره همه این آیات را باید در پرتو آیات مربوطه به بیان ماموریت پیامبر فهمید مثل این میمونه مثلا ما یک نفری را به عنوان یک سفیری به عنوان نماینده ای به عنوان نمیدونم مسئول یک دانشگاهی میفرستیم در اون آغاز بهش یک حکم معموریت داده میشه که از شما این چیزها رو ما میخواهیم این کارها رو انجام بده برای این شما رو میفرستیم این سندی است که تمام کارهای او در آینده را تبیین و تفسیر میکنه. به خصوص اگه خداوند داده باشه و اون پیغمبر هم معصوم هست، بنابراین از این تخطی هم نشده و در همون چارچوب رفته. حالا ممکنه در طول اون سالیانی که این شخص اونجا هست، مکاتبات و تماسهایی هم صورت بگیره. گاهی ممکنه مسائلی پیش بیاد که لازم بشه خیلی راجبش هم صحبت بشه. مثلا فرض بفرمایید اینو به عنوان یک دانشگاهی فرستادیم اونجا یهو یه مثلا این دانشگاه ساخته اونش آتش بگیره باید کلی راجع به این مکاتبه بشه چه کار کنیم فلان کنیم یا مثلا فرض کنید که نمیدونم یه ای بخوان مثلا مشکلاتی درست کنن دانشگاه رو تعطیل کنن ممکنه راجع به اینا خیلی صحبت بشه همسایه ها مثلا مشکلی بشه اما اینها اون موضوع اصلی نیست اون چیزی که ما ایشون رو برای او فرستادیم این نبوده که با آتش سوزی و بنا و همسایه ها و شهرداری و اینها بخواد چی کار بکنه اونا چیز سانویه ولی اینکه ممکنه حجم این مکاتبات سانوی خیلی باشه این رو برای چی میگم؟ این یه نکته بسیار بسیار مهم روش شناختی است متدولوژی برای فهم قرآن کریم که اگر میخواهیم بفهمیم دیدگاه قرآن راجع به مباحث مختلف از جمله جنگ و صلح برخورد با کفار و منافقین و اینها چه جور هست نه تنها باید کل آیات رو در نظر بگیرید بلکه شمارش اونها هم کافی نیست که بگید خب ما شمردیم و این تعداد آیات راجع به جنگ و جهاد و اینها خیلی زیاد بود یا تعدادش از آیات رحمت بیشتر بود یا از آیات صلح بیشتر بود پس بنابراین اصل اولیه در قرآن مثلا جنگه این غلطه با تعداد نمیشه بفهمید بله در یه جاهایی تعداد اهمیت داره مثل اون چیزی که من اول گفتم که بریم ببینیم خداوند خودش را چطور معرفی کرده بیشترین تأکیدی که کرده رو چی بوده اون یه بحثیست اما در جایی که ما یک معموریتی را گفتند اون ای که بیان معموریت میکنه لازم نیست تعدادش زیاد باشه قطعاً او زیادم نخواهد بود چند آیه میشه اما او از اون تفصیلی که بعدا داده میشه بسیار بسیار اهمیتش بیشتره و نور می افشاند بر همه اون چیزهایی که بعدا گفته میشه این خیلی به حال بحث مهمیه پس آیه و ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین فوق العاده اهمیت داره و باید همه چیز را جوری بفهمیم که با این آیه حداقلش سازگار باشه حد اینه که اصلا باید در پرتو این آیه اونا رو بفهمیم یعنی همه چیز را باید با این بفهمیم لاقلش لا اینه که باید با این تضاد نداشته باشه و همینطور حالا آیه یا ایوه النبی ابنا ارسلنا که شاهدن که انشالله بعدا بهش اشاره میکنیم این آیات خلاصه فوق العاده مهمه پس و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین حتی ممکنه گفته بشه که فرشتگان هم بهره بردند از این ارسال کمان که در یک روایتی داره که حتی جبرائیل هم میگه که بعد از پیغمبر شدن پیامبر اسلام وضعش بهتر شده و از این رحمت استفاده کرده که روایتش رو میتونید تو کتاب های تفسیری اینها پیدا کنید که مثلا یه جایی که نمیتونسته بره یا مثلا شبیه این بعدش میتونه سوره توبه آیه 128 اینم بحث رحمت رو در ارتباط با پیامبر اکرم مطرح میکنه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یک رسولی برای شما آمده که از خود شماست هم بشر است هم از جمع خودتونه حالا این مخاطب اولیش اهل مکه هستند و بعد خب برای اونها پیغمبر از خود اهل مکه است برای ما هم اینکه پیغمبر از خودمون است به عنوان اینکه انسان بشرون مثل کم هست اما برای اونها من انفسکم بیشتر بود و شاید همون دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل که وبعث فیهم رسولا من انفسهم خلاصه پیغمبر یک فرد خارجی و اجنبی نبوده و یک موجود عجیب الخلقی هم نبوده یک انسان خودی و آشنا و صمیمی بوده من انفسکم عزیز علیه ما انتو هر چیزی که شما را به زحمت و رنج بندازد برای او سخت گران میاد عزیز علیه ما انتو وقتی یه چیزی خیلی برای انسان تحملش دشوار باشه در عربی از این تعبیر استفاده میشه مثلا در دعای ندبه میگیم که عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا این برای من خیلی سخته که من برای شما گریه کنم اما مردم شما را بدون یاری و یاور بگذارند عزیزون این معنا را داد پس عزیزون علیه ما انتون پیغمبر یک انسان بسیار با محبت و شفقتی است که رنج مردم براش خیلی سخته حریصون علیکم خیلی پیغمبر نسبت به منافع شما و پیشرفت شما و سعادت شما حریصه یعنی خیلی براش مهمه خیلی حرس این مسئله رو داره حریص اگر انسان تو امور مادی حریص باشه اشکال داره اگر برای خودش باشه فقط اونم توی امور مادی اشکال داره اما اگر انسان نسبت به علم و معنویت هرس داشته باشه خوبه اگر نسبت به دیگران هرس داشته باشه که اونها به جایی برسن خوبه به خصوص اگر نسبت به امور معنویشون باشه حالا اگر انسان هرس چیزهای مادی مردم رو بخوره از یه حدی که بگذره دیگه خوب نیست بله در حد مثلا اون کفاف داشته باشن کمتر باشه آدم قصه بخوره اما دیگه بیشترش نه باز اونم چیز ممدوحی نیست اما هر مقامات معنویشون رو بخوره، هر علمشون رو بخوره، اخلاقشون رو بخوره، سعادتشون رو بخوره، بله. خلاصه پیغمبر خیلی نسبت به مردم و منافعشون و پیشرفتشون حریص بود یعنی خیلی دغدغه داشت بالمؤمنین رعوف رحیم نسبت به مؤمنین با محبت و رحمت است که این اون جاییست که عرض کردیم تنها جایی که رحیم در قرآن برای غیر خدا به کار رفته همین آیه است که برای پیغمبر به کار رفته پس یک رحمت وسیع و عام می داره برای همه رحمت للعالمینه و به عنوان رحمت برای عالمین فرسته شده یه رحمتی خاص هم داره برای مؤمنین مثل مثلا معلمی که همه شاگردهاشو بهشون توجه داره و میخواد اونها رو یاد بگیرن اما اون شاگرد خوب و قدرشناس و درس خون و منضبط و متخلق برای اونها توجه بیشتری داره حاضر برای اونها خارج از وقت مدرسه هم وقت بگذره خارج از کتاب شخصی خودش به اونها مثلا کتاب امانت بده نمیدونم و امثال زاده چیزای اضافه برونه نه اینکه بیاد بگه که من فقط به این شاگردای خوب توجه دارم و فقط اینا رو دوست دارم اونا رو اصلا مهم نیست برام نه اتفاقا یه چیز بسیار مهم در باب انبیا هست که تمام کسانی را که انبیا به سوی اونها فرستاده می شدن اگه دعوتشون دعوت محلی بوده و اقلیمی بوده مثلا به یه قوم خاصی فرستاده شدن مثل سمود مثلا خداوند حضرت صالح را فرستاده اینا کل اهل اون قوم مورد دغدغشون بوده و برای همه اونها هدایت و سعادت رو میخواستن و خودشون رو از اونها جدا نمیکردن مثلا یا بگن مؤمنین رو ما فقط میخواهیم و الا سموده اخاهم صالحا حضرت صالح به عنوان برادر اونها مطرح شده اونها قومه ای بودن و این عنوان برادره که حالا اینو ما تو بحثای تبلیغ اونجا به سلاح مطرح میکنیم که اگر مبلغ بخواد موفق باشه وقتی به یک جایی میره نباید فقط افراد خوب را جزو هیته کار خودش قرار بده همه را باید نسبت بهشون محبت و دلسوزی و دقدقه داشته باشه و برای هدایتشون تلاش بکنه اما خب انسانهای خوب رو بیشتر از اونها کم نگذاره اما یک مرحله ای و مرتبی را برای همه داشته باشه یعنی هم رحمانیت را مظهر باشه هم رحیمیت را. حالا پیغمبر هر دو رو داره هم رحمتا للعالمین هم بالمؤمنین رؤوف رحیمه سوره توبه آیه 61 ش هم باز به بحث ما مربوط میشه و منهم الذین یؤذون النبی بعضی از اینها کسانی هستند که پیغمبر را اذیت کنند و یقولون و میگویند یعنی این اذیت رو توضیح میده البته ممکنه انواع مختلفی اذیت کنند یکیش اینه یقولون و می میگن پیغمبر گوش است یکی از انتقادهایی که میکردن از پیغمبر اینکه هر چی حرف میزنن هی گوش میده حتی گاهی منافقین و اینها تصور میکردن و میگفتن که ما هر چی میگیم این قبول میکنه چون پیغمبر اخلاق کریمانه ای داشت به افراد خیلی گوش میکرد و خیلی وقتا هم اگر اشتباه میگفتن یا دروغ میگفتن ممکن بود به روشون نیاره و اینا فکر میکردن که پیغمبر قبول کرده خلاصه در زمانی که گوش کردن به خصوص برای یک رهبر و برای یک پیغمبر که وحی دریافت میکنه گوش کردن خیلی چیز خوبی تلقی نمی‌کردن یه یدهی در اون زمان پیغمبر ما انقدر گوش می که می که فقط گوش او حالا امروزه که بیشتر باید گوش کرد چون اصلا امروز مردم تا گوش نکنی اصلا توجه زیاد نمی‌کنن یا یعنی یک زمانی نیست مثل سابق یه رهبری مثلا یا عالم یا بزرگ نمیدونم پدر پدر بزرگ یه چیزی بگه دیگران هم حتما سریع انجام بدن با شعف و خاطر الان کمتر شده الان ای گفتگو و انقلت رو باید قانع کنی و خلاصه هر کسی ولو مثلا در اصلا در اون حد علم و تجربه هم نباشه میخواد حرفش رو بزنه با شما بحث بکنه حالا اینطوری عمومی پیدا شده حالا نمیگم همه جا ولی جنرالی اینجوریه لذا الان سیاست مدارا و اینا هم همه حداقل وانه بود میکنن که به حرف مردم گوش میدن نمیدونم کمپین و فلان اما اون زمان پیغمبر ما این مسئله رو براش انتقاد و نکته منفی داشت و حساب میکردن ولی او کار خودش رو میکرد پس اذیت میکنن و میگن که پیغمبر گوشه انقدر گوش میده که اصلا گوشه مثل زیدون عدلون که از بس زید عادل هست که ممکنه بگیم زیدون عدلون یعنی مجسمیت پیغمبرم از بس گوش میده دیگه میگن اذن حالا جالب اینه که خداوند متعال هم نمیفرماد که نه شما بیخود خود میگید اوزون میفرماد که قل اوزون و خیر او نه بله گوشه مت گوشه گوش خوبیه یعنی خدا هم یه جوری تایید میفرماد که پیغمبر انقدر گوش میده که میشه گفت گوشه مومن باید گوش باشه البته مومن باید چشمم باشه زبان رو در وقت ضرورتش جایی که لازمه اما چشم و گوش رو باید تا اونجا که میشه ازش خیلی استفاده کرد که بشنویم ببینیم حق را بشنویم ببینیم البته در جای حرام نه وارد نشیم قیبت بشنویم ولی خلاصه هرچی چشم و گوش باز باشه راه های کانال های معرفتی ما هست که بتونیم حق را بفهمیم لذا تو قرآن هم خیلی روی چشم و گوش تکیه شده ان السمع والبصر والفؤاد یا به تعبیر بعضیا که خدا به ما دو تا گوش داده دو تا چشم داده ولی یک زبان داده یعنی باید بیشتری گوش بدیم بیشتر ببینیم و حالا در جای لازمش هم صحبت کن خلاص خدا میفرماد که بله اذن خیرن لکم گوش هست ولی گوشی است که خوبه برای شما یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین ببین آدم ادبیات عرب بلد باشه صرف و نحوایی که خوندید و اینها چقدر کمک میکنه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین به خدا ایمان دارد اما نمیگیم یؤمنو بالمؤمنین ما یؤمنو بالمؤمنین که نداریم یؤمنو بالله داریم یؤمنو بالیوم الاخر داریم اما یؤمنو للمؤمنین بنابراین معنای ایمان اینجا عوض میشه یعنی به مؤمنین اعتماد داره توجه داره علاقه داره و رحمتون للذین آمنوا منکم و پیغمبر رحمت است برای کسانی که ایمان دارن حالا اگر یه کسی به شما گفت که اه ببینید این میگه فقط مؤمنین رو میگه شما خیلی راحت میتونید جواب بدید که بله این نفی نمیکنه رحمت عام را روی مؤمنین هم تکیه میشه مثل اون بل مؤمنین رحیم این اون رحمتون للعالمینشه که نفی نمیکنه در یه جاهایی روی رحیمیت خدا تکیه میشه یه جایی رحمانیت خدا در یه جاهایی باز روی رحمت عام نبی صحبت میشه و تکیه میشه گاهی روی رحیمیت و رحمت خاصش اینا با هم منافاتی ندارن آیه دیگری که باز بسیار جالبه و مربوط به پیامبر هست آیه 159 سوره آل امران فبما رحمت من الله لنت لهم خیلی آیه زیباست فبما رحمت من الله لنت لهم این ما مای زائد است یعنی فب رحمت من الله مای زائد هم برای معمولا تأکید اورده میشه یعنی به خاطر رحمتی از جانب خدا تو نرم شدی برای اینها یعنی این رحمت الهی آمده تو را در بر گرفته و تو را مهربان کرده حالا از تو رحمت به دیگران هم سرایت میکنه مثل اینکه شما یک حوزی داشته باشید آب بیاد این حوض را پر بکنه و سرریز بشه فیض هم که میدونید فیض که ما میگیم فیوان یعنی همین سرریز شدن وقتی رحمت از ناحیه خداوند به یک انسانی برسد او هم باید مهربان شود یکی از راه هایی که میتونیم بفهمیم که در مسیر درست هستیم یا نه اینی که ببینیم چقدر نسبت به مردم مهربان هستیم چقدر دلسوزی دیگران رو داریم به خصوص کسایی که قد به سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کنه پیرو و پیامبر اسلام حتما باید نسبت به مردم دلسوز و اهل مدارا و محبت باشه و الا اصلا یه سنت دیگری شده اشتباه بی راه رفته هر کی به خدا مقرب میشه باید خیر بیشتری به مردم برسونه مفیدتر باشه به حال مردم حالا اگر من فرصت کردم یه روایت خیلی قشنگی هست براتون بخونم آخر سر که پیغمبر فرمودن که چه کسانی به من شبیه هستند پس آیه 159 سو، سوره آل امران می فرماید که فبما رحمت من الله لن لهم به خاطر رحمت از نای خدا که دریافت کردی تو نرم شدی من گاهی این مثال رو میزم حالا غیر از مثال حوز مثل زمین زمین کشاورزی زمین خیلی خوب هم اگر باشه وقتی یه مدتی بارون نیاد دیدید سفت میشه و مثل سنگ میشه حتی دیگه گاهی زمین تیکه تیکه میشه شکافته میشه اما وقتی که باران میاد یواش یواش این خاک باز میشه و بعد نرم میشه شما تو دستتون مثل پودر این خاک رو میتونید به اصطلاح لمس بکنید اما بارون که نباشه سخت میشه قلب انسان هم اینطوری است اگر یاد خدا باشه نرمه اگر رحمت خدا باشه نرمه اگر نه قسی میشه سفت میشه و گاهی از سنگ بدتر میشه عشد و قصوطن میشه گاهی از سنگم بدتر میشه پیغمبر این رحمت الهی را در سایه ذکر و یاد الهی دریافت میکنه نرم میشه و نکته مهمش اینه که پیغمبر کلا شخصیتش نرمه این مقایسه کردم برای شما تا به حال جای این آیه رو با آیه قولا له قولا لینا اینو بحث کردیم یا ظاهرا شد نکرده باشیم اینجا نکته جالبی هست که از باب مقایسه عرض میکنم طبق لطائف قرآنی اما نمیخوام بگم شخصیت مثلا حضرت موسی نرم نبوده نمیخوام اینجور بگم ولی میخوام بگم در مقام مقایسه با پیامبر خداوند متعال الان ببینید به پیامبر میفرماد که خبر میده این جمله اخباری است دیگه که به خاطر رحمت از خدا نرم شده یعنی نرمی هم یه چیزی است که از سایه لطف خداونده و چیز مطلوبی است و باید حفظ بشه و دیگران هم باید قدر بدونن لنت لهم نرم شدی و لنته یعنی به کل شخصیت پیغمبر میگه پیغمبر کلا آدم نرمی بوده انسانی که نرم حالا انگلیسی ها میگن جنتلمن انسانی که نرمه کسی رو اذیت نمیکنه نه در حرف زدنش نه در نگاه کردن گاهی ممکنه بعضیا با نگاهشون خشن هستن بعضیا قیافه‌شون هستن آدمو میترسون اذیت میکنه بعضیا راه که میرن اذیت میکنه آدمو بعضیا نمیدونم رانندگی میکنن فلان پیغمبر همه چیز نرم بوده یعنی تا اونجایی که میشه افراد در کنارش احساس راحتی میکنن مگه ای کسی بخواد اذیت بکنه دیگران رو اونجا ممکنه این نرمی براش بعد جلوه کنه ولی حتی خود پیغمبر هم میخواستن اذیت کنن چیزی نمیگفت تا اونجایی که شخص پیغمبر میخواست اذیت کنن چیزی نمیگفت مثل همینجا که خدا آمده دفاع میکنه یا اونجا که ان الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات یا مثلا نمیدونم لا تدخل بيوت النبي لان يؤذن لكم که گفتیم پیغمبر از خودش دفاع نمیکرد تو بحث شخصیش خیلی نرم بود اما مثلا راجع به حضرت موسی و حضرت هارون اونجا خداوند متعال میفرماد که پیش فرعون برید و بعد میفرماد قولا له قولا لینا با فرعون نرم صحبت کنید این نرمی خیلی مهمه یک مبلغ، یک معلم، یک مربی، یک والد یا والد پدر مادر اینا باید نرم باشن البته نرم با پرینسیپل نرم با اصول، با دیسیپلین، نظم اما نرمی باید اصل باشه خب پس به موسا و هارون میفرماد که برید پیش فرعون پس اولا عبایی نداشته باشید بلکه اصلا وظیفه است باید برید پیش فرعون با فرعون باید صحبت کنید منتها میخواید برید پیش فرعون نرید داد و بیداد بکنید و تندی بکنید نرم با فرعون صحبت کنید لعله یتذکر او یخشا شاید همین فرعون جنایتکار همین فرعونی که کلی فرزندان بنی اسرائیل و دیگران را کشته همین فرعونی که ادعای الوهیت میکنه خیلی ادعای الوهیت هم میکرد گفت انا ربکم رب ال یا حتی ما علمت لکم من اله غیری اصلا معنیش غیر از خودم هیچ خدایی برای شما نمیدونم این بالاتر از انا ربکم رب ال است انا ربکم رب الاعلا" این من بالاترین خدای شما هستم ولی ما علمت لکم من اله غیری اصلا این من خدای دیگه‌ای برای شما سراغ ندارم من تنها خدای شما یه چنین موجود مستکبر و جنایتکاری رو خداوند با میفرماد باهاش نرم صحبت کنید لعله یتذکر و یخشا شاید به یادش بیاد متذکر بشه قلبش خشیت پیدا کنه لذا باید انسان فرصت ها رو از دست نده تا یک بار دو بار سه بار با کسی صحبت کردیم بگیم دیگه اثری نداره خیلی وقتا هم که اصلا ما صحبت نمی‌کنیم میگیم میدونم فایده نداره از کجا میدونی دیگه از فرعون بدتر که نیست که خیلی کم میشه که بشه واقعا یقین کرد که فایده نداره به هر حال باید تلاش کرد خب حالا بحث ما الان اینجاست خداوند به حضرت موسی و هارون دستور میده فعل امره قولا قول قولا قولو درسته فعل امر دیگه قولا یعنی بگویید قولا لینا مفعول مطلق میاره لینا صفت مفعول مطلق قولنه نرم صحبت کنید فعل امره البته ما میدونیم که حتما موسا و هارون این کار انجام دادن چون اونها بندگان خوب خدا هستن و حتما همونجور که خدا گفته انجام دادن اما میخوام بگم اینجا امره و راجع به کلامه اما وقتی راجع به پیانبر هست فعل امر نیست، اخباره لنته، اخباره خود خدا میگه تو نرمی بعدا فقط راجع به کلام نیست، نمیگه لنته فی القول یا قلت قولا لینا میگه اصلا لنت لهم، یعنی تو شخصیتت نرمه یعنی فرق اینا خیلی با همه ها یا مثلا حضرت موسی خداوند یک دعای بسیار عالی کرد قبل از اینکه اتفاقا همین آیه قولا له اولانتون اول خدا بهش گفت برو و گفت که من یه حاجاتی دارم ربش رحلی صدری و یا لی امری و حلل من لسانی یفقه قولی و لی وزیرا من اهلی الی که خداوند فرمود که اعطیت سؤلک یا موسی بله ما اینا رو بد دادیم و بعد هم حالا با هم دو تایی برید و با فرعون هم اینطوری صحبت کنید خب موسی علیه السلام دعای بسیار زیبایی کرد یکیش این بود که ربش رحلی صدری موسی میداند که پیغمبر خدا هم باشی رسول هم باشی اگه شرح صدر نداشته باشی نمیتونی کار کنی شرح صدر خیلی مهمه انشالله خداوند به همه ما شرح صدر باشی. ربش رحلی صدری خیلی دعای خوبی است خب این هم باز ببینید دعاست البته خدا قبول کرد اوتی تسئله که موسا خدا بهش داد اما وقتی راجع به پیغمبر صحبت میکنه میفرماد علم نشرح لک صدرک آیا ما به تو شرح صدر ندادیم سینت را شد یعنی کار تمام شده است دعا نیست الم نشرح لک صدرک اینا خب خیلی نکاتی است که نشون میده که یک فرقهایی وجود داره من نمیخوام بگم خدای نکرده حضرت موسی شر نداشت نه خب خدا میگه به دادیم قبول کردیم ولی میخوام بگم فرق داره با هم شدتش و کی داده باشه اینا اون قولا له قولا اینا اینا همه خب, خب فرق میکنه بعد اینجا میفرماد که ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولك اگر تو خشن بودی و قلبت سخت بود نرم نبودی همه اینا پراکنده می شدن. کسی دوروبرت نمی مون. یعنی حتی نبی و رسول بودن و وحی الهی سراغ انسان بیاد کافی نیست اخلاقم میخواد یعنی شما دیگه از پیغمبر که نمیشه بالاتر باشی پیغمبر باشی همه اون خصوصیاتم هم داشته باشی فقط اخلاقت بد باشه لن فظو من حالا ما که نه علم پیغمبر رو داریم نه سوابق پیغمبر رو داریم نه آبا و اجداد پیغمبر رو داریم نه وحی به ما میشه اگه اخلاق نداشته باشیم وقت چجوری میخوان مردم پخش نشن لنفض من منحولک خب حالا ای پیغمبری که با رتف خدا و رحمت خدا نرم شدی و قلبت هم خشن نیست فعفو انهم ببخش اینها را اینها یه بدیهای ممکنه بکنن در حق تو اینها رو ببخش که من تصورم اینه یعنی تو دلت هم اینا رو ببخش نذار که هیچ نقطه منفی نسبت به اینها تو دلت باشه هم برای تو خوب نیست هم برای اونها خوب نیست اگر یک کسی به شما بدی کرده حالا من میگم یک کسی بدی کرده نه حالا مثلا بگم حالا یه آدم نمیدونم ظالمی که مثلا میخواد حق شما و ملت شما رو داغون کنه و فلان کنه یا یه کسی که میخواد شما رو بکشه و هی بدتر میشه حالا من اونا رو نمیگم موارد خاص ما همین رفیقی دوستی آشنایی همسایه‌ای هم مسجدی بخیر را که ما به هم دیگه ممکنه بدیهایی بکنیم شاگردی استادی همکاری ما اگر اینها رو نبخشیم یا اونها اگه ما رو نبخشن هر دو طرف ضرر میکنیم هم خود ما تو درون خودمون یک کینه ای رو نگه داشتیم مثل اینه که یه سم را اینجا نگه داشتیم این سمی که این به روح من یه ضربه ای وارد کرده تا من اینو نبخشم و فراموش نکنم یا حداقل ببخشم ولی اگه بشه اصلا فراموش کنم این سمه اینجا هست من فکر میکنم مثلا این سمه رو نگه اینجا به عنوان مثلا یک نمایشگاهی که بعدا در آینده مثلا بگم که این سمه رو به من دادم خب بابا این سمه داره اثر میکنه این سمای روحی رو نمیشه بسته بندی کرد به جوری که اثر نکنه یک خاطره منفی همیشه داره سمش رو پخش میکنه شما فکر میکنی فقط اینو تو حافظه نگرداشتی نه این داره توی روحت اثر میکنه بعد اینو ببخشی اگر هم میشه اصلا فراموشش کنی که یکی از بهترین چیزهایی که میتونه به این کمک بکنه دعا کردن بر اون طرفه یک معجزه مانندی اتفاق میفته وقتی که انسان برای کسی که بهش بدی کرده دعا میکنه اولش سخته ولی بعد میاد اصلا یک قدرت روحی به شما میده که اصلا میتونی دیگه بگذری تا قبلش نمیشه خیلی سخته اما وقتی دعا میکنی برای اون طرف عجیب قلب انسان ظرفیتش بیشتر میشه و باز میشه خلاصه ای پیغمبر اینا رو ببخش پیغمبر قبلش هم که آدم نرمی بوده پیغمبر که نمیرفت مثلا یه کسی بهش بدی بکنه تندی کنه نمیدونم بزنه تو گوشش نمیدونم فش بده دعوا کنه اینجور که نبوده اما اون چیزایی تو دلت هم نگه ندار اینا رو ببخش چون هم برای خودت خوب نیست هم برای اونها خوب نیست وقتی ما به یه کسی خلاصه تو دلمون صاف با کسی نیستیم و در دلمون نسبت به او کینه داریم خب اونم ضرر میکنه دیگه قطعا اونم ضرر میکنه وقتی کسی دل یه کسی رو شکنده دل کسی رو ناراحت کرده خب اونم ضرر میکنه قطعا ما هم ضرر میکنیم ولی اینکه مظلوم باشیم چون داریم از این سم به وجود خودمون میدیم اگه یه مثلا بچه ای به مادرش پدرش بدی بکنه و پدر و مادر نبخشنش این بهتر میشه اوزا مثلا بچه من به من بدی کرده من نبخشمش بهتر میشه یعنی بچه یا بچه بدتر میشه چون اگه من نبخشمش خب حالا با سخت والدین بچه میخواد بهتر بشه قبلش که سخت نبود اینطوری شد الان میخواد بهتر بشه با سخت والدین اگر من ببخشمش و دعاش کنم و بگم خدایا هدایتش کن خدا یا من که بنده ناقص تو هستم بخشیدمش تو هم ببخشش دستش بگیر بهتر میشه انشالله بهتر میشه اما نبخشمش که بهتر نمیشه که فکر میکنیم مثلا چی کار با این بکنیم خلاصه هر کسی به شما بدی میکنه حالا الا موارد نادر تا اونجا که میشه باید در درون دلتون هم صاف باشید و براش دعا کنید که هم برای خودتون خوبه هم برای اون طرف زمینه یعنی حداقل مانع هدایتش نشید بعدم میفرماد که واستغفر لهم ای پیغمبر برای اونها استغفار هم بکن این خیلی زیباست یعنی ببخششون بعد به من هم بگو ببخشمشون <applause> خداوند چقدر با محبته به پیغمبر میفرماد ببخش اینها رو به من هم بگو اینها رو ببخشم ممکنه شما بگی خب خدا چرا خودش این مستقیم نه این بخشه؟ این نشون میده که خداوند متعال دنبال یک بهانه است حکیمه مهربان هست ولی حکیم هم هست حکیم نمیاد با مهربانیش کار خراب بکنه افراد رو لوس بکنه یا خدای نکرده افراد رو بیشتر بیچشم رو کنه که هی بگن خب پس ما گناه میکنیم و اینم که میبخشه بالاخره همین که بیان استغفار کنن بیان به پیغمبر بگن پیغمبر برای ما استغفار کن ولو انهم اذ انفسهم جاؤوک اگر وقتی که ظلم میکنن پیش تو بیان بعد استغفار بکنن استغفر الله و استغفر لهم الرسول اونا استغفار کنن پیغمبر استغفار کنه لوجد الله تواب ما خلاص یه شرایط چیزایی میذاره که بالاخره افراد گناه رو دست کم نگیرن و تو این مسیر جایگاه پیغمبر رو مشخص خیلی حکیم کاراش چند منظور است خیلی اهداف پشت سرش هست اما لب قضیه و ته قضیهش اینه که بخواد ببخشه منطور حکیمانه میخواد ببخشه پس میگه امنم بخوا بخواد که اینها رو ببخشم وستغفر لهم میگم همون دعایی دعاییست که گفتم براشون دعا کن و شاور هم فل با همین که همین الان گفتیم اینا رو ببخش با همین مشورت کن نه اینکه حالا اینا رو ببخشی و بعد بگید خب دیگه بخشیدم بهتون برید جلو چش من دیگه نباشید دیگه شما رو نبینم یا دیگه شما کسایی نیستید که خلاصه نزدیک من باشید نه هم اینا رو جدی بگیر تو کارها باشون مشورت کن به حرفشون گوش بده منتها گوش دادن غیر از اینه که طبق عمل کنی قشن دقیق ببین چی میگن نظرشون رو بگو مسئله رو براشون بیان کن نظرشون رو بگیر اما ف عزمت فتوکل علی الله اما وقتی که به حرفها گوش کردی بعد اگر خودت به تصمیمی رسیدی توکل کن به خدا و انجام بده ولی بدون مشورت و شنیدن دیدگاه های مختلف به تصمیم نباید برسی اصلا آدم عاقل نمیرسه به تصمیم حالا غیر عاقل ممکنه ماها برسیم به تصمیم ولی کسی که حکیم باشه امکان نداره مشورت نکنه پیغمبر خدا رو میگه مشورت کن دیگه حالا ما که دیگه تکلیفم روشنه باید حتما انسان مشورت بکنه نظرات رو بشنوه اما بعد اون چیزی که براش روشن میشه اگر روشن نشد سب کنه اگر عجله بود خب مجبور یه جوری یک راهکاری پیدا کنن حالا یا رای گیری کنن یا ببینن کدوم بر شانس بیشتره حالا یا بحث های مختلفی هست اما اگه فرصت هست باید انسان صبر سب بکنه تا و تحقیق بکنه تا حقیقت روشن بشه که انجام بده به هر تقدیر بعد از اینکه به تصمیم رسیدی فتوکل الله ان <متوکلین> الله يحب خداوند متوکلین را دوست داره و طبعا کسانی را که دوست داره حمایتشون میکنه کمکشون میکنه خب اینجا ببینید پس بحث رحمت شد با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حالا ان یه بریکی میخواد یه استراحتی داشته باشید چند دقیقه و وارد بعد قسمت بعدی بحث بشیم الحمدلله رب العالمین